سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و ما محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. موضوع امروز برنامه در پیوند به فعالیت های شهرداری هست. شما هم مشخصا در مورد اگر دیدگاه پرسش و یا هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و آن چه مربوط بس امروز میشب همراه ما شریک بسازین. مهمان من هم آقای نعمت الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل، در استودیو حضور دارن و پایشان زمان که تماس میگیرین در نخست موقعیت مناسب را اختیار کنین، سپس تماس بگیرین به دلیل از اینکه ما بتانیم صدایتان را به شکل بهتر داشته باشیم و شما هم مشخصا در مورد دیدگاهتان را شریک بسازین. و یک موردی که همیشه ما تاکید کردیم این است که مشخصا در مورد موضوع صحبت کنین. بیشتر بینندای ما بحث‌های امنیتی را یا بحثی که مربوط وزارت فواید عامه، وزارت مالیه یا موردهای مختلف میشه را شریک میسازن، اما این موردها را میشه در روزهایی که مسئول میباشه با ما در میان بگذارین. امروز مشخصا در پیوند به شهرداری کابل و مسئولیت هایی که مربوط شهرداری میشه دیدگاه پرسش و یا هم نقد و نظرتان را در میان بگذارین، سپس حتما آقای بارکزی در مورد پاسخشان را می داشته باشد. سلام با شما بارکزی صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیزتان. صبحتان بخیر، خوشحال هستم به خدمتتان هستم. همچنان ممنون از حضورتان. در آغاز در پیوند به فعالیت هایی که در روزهای اخیر انجام دادین میشه معلومات بدین، بعد پرسش ها را همراهتان در میان بگذاریم. تشکر بسیار زیاد. طوری که ما در جریان هستین به فصل سرما زیاد نمانده و ما کوشش تلاش خود را تمام امو توان تکنیکی خود را چی در بخش دیزاین، چی در بخش تدارکات، چی در بخش حفظ مراقبت کار است فعلا روی تطبیق پروژه انداختیم. خصوصا پروژه‌ای که ربط بسیار مستقیمی داره با موسم هوا، یعنی سردی و گرمی هوا، که همانا زیرساخت‌های ساختمان سرک‌ها هسته، موارد زیربنایی هسته و خصوصا مسئله اسفالت هسته که را سرعت بخشیدیم ما. و در روزهای بسیار نزدیک ما شاهد افتتاح چندین سرک خواهد بودیم که کارشون الحمدلله تمام شده و چندین پروژه هم بالای 90% کارشون تمام شده و این کار را انجام دادیم. و میمانه مسئله به سرک پروژه امنیت که ما برنامه پیشتر هم یک کوتاه اشاره داشتیم، او سرک هم مولدشان تمام شده. سرک پروژه امنیت وصل میشه به سرک قلعه زمانخان، یعنی در حدود 800 و چند متر هسته که عیناً مثل مسئله سرکوتل باری یک تعداد افراد در زمین های دولتی خانه جور کردن، دقیقاً برخوردی با اینا صورت میگیرد که با سرکوتل صورت گرفت، خط‌اندازی ها صورت گرفته، کار تخریب آغاز میشن قریب و ما شاهدی خواهد بودیم که این سرک هم که یک سرک بسیار اساسی و مهم و دارای سرک های فرعی و اصلی میشه، یعنی یک مین رود است، یک سرک اصلی است، این با قلعه زمانخان وصل میشه و لود ترافیک را بسیار میتونه برداره و این سرک را کارش انقریب آغاز خواهد شد. مسئله تخریب جریان داره و برای افراد هم به دلیلی که زمین ها مطلقاً دولتی هسته صرف برشان خساره ساختمان داده میشه. در قسمت مبحث خساره ساختمان چند موضوع رو میخوام یادآور شم، چون بعضی از دوستای ما سوال زیاد میکردن در مواردی که ما در جریان هستیم و برای ما سوالات و شکایتشان رسیده. میبینین قطعا به این شکل نمیشه که زمانی که میری خانه یک نفر تخریب میکنی خب هجومگیری صورت میگیره، ما آنن پول را برشان بدیم. بودجه وجود داره و پول هم هست برای، اما باید این افراد یک تعداد فرم هایی که ما داریم او را پر بکنن، یک تعداد اسنادی که ما نیاز داریم در اختیار ما قرار بده تا بعد از او بر اساس یک پروسه اداری منظم اونا به محقشان برسه. مورد جدی که وجود داره مثلا در مسئله سرکوتر در 126 خانه که فعلا بعضیاش قسمن و بعضیاشان کامل تخریب شده، یک تعداد خانه هستن که افراد اونجا کرایه‌نشین هستن و اونا کسی نیستن که او خانه را جور کرده. ما قطعا نمیتونیم با اونا تعامل داشته باشیم، چون برای ما واضح هسته اینجا محکمه وجود داره، یا اکتر افراد مثلا خانه را جور کردن شریکی و یا پدر جور کرده، بعد از اینکه پدر فوت کرده یک تعداد برادرها یا بیرون هستن، یک تعداد ولایت هستن، اینا مجبور هستن که ای برای خود وراثت خط جور بکنن، بعد از اون کفالت خط جور بکنن، بعد از اون وثیقه جور بکنن که کار محکمه است. بر اساس او بعدا ما میتونیم پول در اختیار نا قرار بدیم. یعنی ما باید مالک اصلی و واحد را پیدا کنیم. ولو اگر کسی فوت کرده ورثش کامل باید باشه، این نمیشه که یک نفر باشه و دو نفر نباشه. ولو که اگر نیستن میال بسیار ساده است، بعضی از افراد که حتی خارج از کشور هستن برای خود وکالت خط جور میکنن، وراثت خط جور میکنن و یک نفر را وکیل میگیرن رسما که رو محکم بر ما تایید میکنن. یعنی در این موارد یک تعداد افراد پولشون از ما امانت هست، یعنی مسئله این نیست که ما پول نداشته باشیم، باید اینا را تکمیل بکنن. مسئله خوشحال خان بود که الحمدلله هم استملاک صورت گرفت، هم مردم به حقشان رسیدن، اما یکی دو فامیلی که عیناً همین مشکل را داشتن اونا مجبور هستن که
وثیقه را جور بکنن و کالت خط و ابرازات خط خود را جور بکنن، ولو که یک تعداد از کسایی که شامل ورثه میشه خارج از کشور هستی، بحث‌های حقوقی هست که دوستان ما در محکم بهتر میتونن تشریح بدن. در غیر صورت به خاطر مسئله استملاک هیچ مشکل پولی وجود نداره و ما بسیار راحت میتونیم و حقی را که اینا داره به شرطی که گفتم طی مراحل اداری صورت بگیره، فرم های ما راپور بکنن و اون نیازمندی های اسنادی که ما داریم برای ما مرفوع بسازن در اختیارشان قرار دادن. درست، شما گفتین که بس اداری هست، مشخصا چقدر وقتی در بر میگیره؟ چون ما هم در روزهای گذشته پیام های داشتیم و میگفتن که وعده سپردن اما تا هنوز عمل نکردن. ببینین، وعده که سپرده شده عمل میشه. من از این میخوام واضح برشان بگویم، اگر تمام اسناد را که ما نیاز داریم در اختیار ما قرار داده شوه، ما در ظرف یک هفته برشان پولشان را میرسانیم. اما وقتی که اینا میرن دنبال وراثت خط، دو ماه بعد میاین. ببینین، پس ما مجبور هستیم دوشه رو بگیریم. باز داره و باز وقتی که میرن وراثت خط تنظیم میشه، یکی از ورثه های جنیس باز مجبور هستن که از بیرون یک وکالت خط جور بکنن، بازو با توسط وثیقه تایید میشه، از طرف محکمه برای ما میرسه. یعنی ای گپا هست که وقت را میگیره، این را باید متوجه باشن. یا اکتداد میگن ما قواله داریم، قوالهشان نیست، باز میرن در روزی، در کدستر میرن، در مخزن میرن تا تاییدی بگیرن، این وقت را میگیره. مثلا یک موضوع اساسی که وجود داره، نمونش همین مسئله اجازه ساختمان است. شما پیش ما میاین میگین امی 5 ریب زمین را مدارم، یا 500 متر مربع را، یا 5 بیسوره میخوام یک بلند منزل جور بکنم. ما اولین کاری که میکنیم باید بدانیم که این زمین از شماست. این را باید تثبیت ملکیت بکنیم. دقیقاً این موضوع پیشتر بوری. تثبیت ملکیت ما انجام نمیدیم، اداره محترم اراضی انجام میده که فعلا با وزارت زراعت مدغم شده و یک جا شده. حالا اونجا که چند روز تایی میشه و در بر میگیره، او دیگه مربوط ما نیست. شما اگر تثبیت ملکیت قانونی خود را مکتوبش را از اداره محترم اراضی عنوانی شارولی کابل بیارین، خود تمام میته مراحل نقشه هایتان و طی مراحل کردن اون پولی که باید به بانک قانونا تحویل بدین و گپای دیگه کسی نه، یک هفته صورت میگیره و اینجا زیادی نداره. اما اینکه شما دنبال تثبیت ملکیت ماها میگردین و از یک اداره دیگه تمام نمیشه، این باز در جمله کارهای شارولی کابل نیست. نمونهش مسئله استملاک است. شما مجبور هستین که هویتتان را ثابت کنین، ثابت کردن هویتتان وظیفه ما نیست. اون مسئله محکمه وجود داره، وثیقه است، وراثت خط و گپای دیگه است. یعنی اونا را انجام بده، ما به راحت میتونیم بگیم نهایت موضوع یک هفته از بالاتر نیست. موضوع امروز برنامه در پیوند با کارکردها و فعالیت‌های شهرداری کابل هست. شما مشخصا در مورد اگر دیدگاه پرسش و هم نقد دارین، همین حالا با شماره تلفن 0790137171 با تماس شوین و خواهشان موقعیت مناسب اختیار کنین و صدای ما را از طریق تلویزیون نه از طریق تلفن داشته باشین زمانی که صحبت میکنین. بینندای ما تماس میگیرن اما متاسفانه صدایشان درست نیست و همکاران بخش استودیو با البته همکاران بخش تکنیکی با استودیو وصل نمی سازند. باز هم بیننده ما روی خط تلفن هستند. سلام به شما. سلام، صدای ما را دارین؟ بفرمایین. سلام، صدای ما را دارین؟ بفرمایین. میشه صدایشان را کم بلند کنین همکارای تکنیکی؟ چون ما نمیشنویم. بله، کم بلندتر صحبت کنین. الو، مشنایم، بفرمایین. در مورد این سرویس های شهری که شخصی گفتم، اگه اینا رنگش ماننده رنگ موترهای تکسی سفید زرد شوه که تحقیق شوه از موترهای ده دیپارت بیکار صحبت بود. یکی دو مارنهای دلخراش هست از این سرا پس کنن و بعض در سرانسر خود بعضی چیزا را نشت کردن که آوازه را هیچ تغییر نکرد. به این موضوع را من پیشنهاد کردم که من در رنگ های تکسی شهری واره شوه و دیگه آرانه های دلخراش را پس کنه و تیومی که اونمو سرانسر از اینا اصلاح شوه. بسیار کار خوب میشه، شهروانده از این عمل شما تقدیر خواست کردن. با تشکر. سلامت باشین. خب بس رنگ کردن فکر میکنم وزارت ترانسپورت مسئولیت داره. مطلق مسئله به تاکسی و گپای دیگه که مطرح میشه، اینا اداره محترم ترافیک همکاری داره در این قسمت و یکی یک تعداد افراد متاسفانه یک واقعیت هست که به آرنگای بسیار دلخراش داره و در این حال بعضی از گپ ها را در روی سلنسر و اگزوز خود نصب میکنه که صدای بسیار آلودگی صوتی است. در کل که در این قسمت هم اداره محترم ترافیک همراه با وزارت امور داخل همکار هستند به خاطر جلوگیری. بس آلودگی صوتی آمد، یک بخش مربوط شارولی کابل میشه. کوتاه میخوایم چون دفعه پیش یک جلسه بسیار خوب ما داشتیم. یک مورد کلانی که اکثر هم شهری ما به شکایت دارن، همین مسئله آلودگی صوتی است که در کوچه و پس کوچه
به یک تعداد افراد صبح شام دیگر هر وقت اما یک بلنگو دارن و انواع و اقسام چیزهایی که اینا به فروش میرسونن صدا میکنه و مشکل ایجاد میشه برای مردم. چون ما هم احترام بسیار ویژه‌ای برای صنعتکارای خود داریم. هفته گذشته یک جلسه داشتیم در اتاق صنایع که همکاری کردن با ما تشکر میکنیم از اونها با میسنف کلان آب معدنی چون گپ زیاد شده و در این حال با آیسکریم فروشا و قلفی یک نوع جدید آیسکریم هست با اینا داشتیم با رئیس هاشان. اونها برای ما اطمینان کامل دادن که دیگر به هیچ عنوان او کراچیا و او دست فروشا و کسایی که مربوط اونها میشه و با اونها همکاری داره و از اون برنچ اصلی استفاده میکنه اونا دیگه آلودگی صوتی تولید نمیکنن و در این حال مسئله کسایی که به شکل انفرادی فعالیت داشتن اونا روزانه کنترل میشه و انشالله یک تغییر کلی را خواهد داشتیم در این مسئله ازار اذیت آلودگی صوتی. بیننده ما روی خط هستن. سلام به شما. سلام علیکم. چی حال حالتون؟ خوبه؟ تشکر. اسمتون از کجا با تماس شدین؟ وحید هستم از دارلوان. سلام خدمت بارگزای شما. وعلیکم السلام. بفرمایید وحید صاحب. منطقه دارلمان در اقل موزیم میلی گوچه مکتب محمود ترزی درست اگر ایره بارگزه شما به یکم دقت دارم به خاطر که امی یک اینجا شهر سنگ بوانه ایز در از وقت جمهوریت اینجا مانده در این مسیر سرک چیز تفلاس مکتب میره در حدود 3-4 هزار نفر در مکتب محمود ترزی میره و در پشترش انستیت انرژی و آور در بسیار مردم به تکلیف هست بسیار مشکل هست مشارک هم در من از دوستان قابل استفاده هست من را بار اون امور چی شد پشنگ ها بخی یک چیز وافی زگه دست او را سرک هم از بین برده اون سنگ از پس کنند بسیار مشکل مردم هست این موانع مانده شده داخل سرک مسدود کرده او را بخی در بین سرک هست موانع هست از قبل از سال حکومت گذشته مانده و او ضرور هم نیست در عقب موزیم ملی که دروازه موزیم هم فعلا از این مسیر است دروازه موزیم ملی است اگر در اون مسیر مکتب محمود ترجی هم است و خانستیت نجی هم است و رای 3-4 قریا هم است در اون مسیر. تشکر. درست است. حتما موقعیت بارزه است. من چون خانم هم طرف دارلمان است من این ساحه را دیدیم انشاءالله هم صحبت میکنیم با استخبارات مربوطه حوزه و همچنان حوزه اگر مشکل امنیتی نداشته باشه حتما پس میشه و یک موضوع است من پیشترم یادآور شدم برتان چون این سنگار زمانی که ما پس میکنیم مجبور است این ماشینری بیاریم و ما به خاطر که می مدت ما محدود است به خاطر آسفالت کردن و گپهای دیگه سرک ها چون پروژه زیاد داریم شاید دمی یکی دو ماه کمتر توجه به مورد صورت بگیره اما زمانی که هوا سرد شه بدون شک ما کارهای زیاد داریم از جمله باز کردن کانال ها و برداشتن موانعی که مورد بسیار سرعت به او میبخشه ما و این موضوع هم حتما ان شاء الله ما یادداشت گرفتم و ان شاء الله پایگیری میکنه. و این مشکل در ناحیه 11 بسیار زیاد است. ناحیه 11 خوب شد شما گفتید ناحیه 11 اونجا تقریبا 8 الی 10 کوچه از پشت تا پشت چک مانده شده. بله. اون را ما یک صحبتی که داشتیم اون را خود وکلای گذر با همکاری مردمی که در کوچه هستن به حوزه رفتن و درخواست خود اونا بوده که برای یک مدتی این کوچه ها بند باشه. یعنی ما صحبت با اونا داشتیم این تصمیم است که از اون طرف گرفته شده و باز هم ما صحبت میکنیم که اگر اون مورد امنیتی زیاد جدی نباشه و بتانند که او را پس بکنن که بسیار خوب است اما این موضوع بر نمیگرده به اقدام شهرولی کابل. این موضوع را خود و افراد با توجه به صلاحیتی که دارن از طریق وکیل گذر رفتن به حوزه و این موضوع را انجام دادن. یعنی این راه ها خو شما میدانین که مربوط حکومت و دولت میشه درست از بارگزای صاحب بعد مردم حق داره که همچون یک اقدام کنه در صورتی که اکثریت هم توافق نداشته باشه روی مردمی که رفتن شما اکثریت توافق نداشته چیزی که من میفهمم چون خودم دو کوچه رفتم گفتم کاش که باز می بود اهالی خودم کوچه رفته اهالی خودشان یک بار حتی به شارولی آمدن که برای یک مدتی به خاطر بعضی موارد امنیتی که هست اونجا بند باشه. یعنی امنیت در صدر تمام موضوعات ما شما قرار داره. از بابت ما به یک صحبت میکنیم که اگر اون موضوعات رفع شده باشه پس دوباره کوچه رو باز کنیم. موضوع امروز برنامه در پیوند با فعالیت های شهرداری هست. شما هم مشخصا در مورد اگر دیدگاه پرسش و یا هم نقد دارین همین حالا با شماره تلفن 0790-13-71-71 با تماس شوین و دیدگاهتان را شریک بسازین. سپس حتما آقای بارکزی در مورد پاسخشان را می داشته باشند. رفت و برگشت کوتاه.
سلام مجدد با دوستایی که تازه پیوستن. شما بیننده برنامه مجله صبح هستین و من محب یوسفی تا رأس ساعت 10 میزبان شما هستم. بورگزای صاحب، در مورد مسیر کوتل خیرخانه چقدر پیشرفت صورت گرفته؟ باز هم سر و صداها بلند هست، هنوز هم نقد صورت میگیره در پیوند با کارکردهای شهرداری کابل؟ ببینید، خانه‌ای که تخریب شده واضح هست و افرادی که مدارک بر ما ارائه کردن در حال طی مراحل است و پولشان دریافت میکنن. میمونه مسئله شروع شدن کار سرک. یک پروژه کلان هست، در حدود 250 الی 300 میلیون افغانی مصارفش میشه. دیزاینش الحمدلله تمام شد. من میخوام یک موضوع رو بگم که پروژه طور نیست که فردا بگم فردا شروع شوه. این پروژه شروع است به چه معنا؟ زمانی که تخریب شروع شد، دیزاینی بسیار یک زمان زیاد رو در بر گرفته، در حدود یک سال کم و بیش. دیزاینش الحمدلله تمام است. مسئله بعدی که وجود تدارکاتش پروسش تمام شده. آره، در مرحله آخرین مرحله یعنی ارزیابی قرار داریم. ما شرکت هایی که بر ما آمده آفر خود را پیش کرده، تدارکات یک قانون خاص از خود داره. زمانی که شرکت هایی که برنده میشه قیمت های اول، دوم و سوم را میته، ما ارزیابی میکنیم اینها را که شرکت پتانسیلش چقدر است، ماشینریش چی است، آیا قبلا کدام پروژه‌ای به شکل امی یا معادل امی اجرا کرده یا نکرده، اگر اجرا کرده کدام ولایت بوده، با کدام اداره بوده. این فعلا در حالت ارزیابی قرار داره، صورت ارزیابی هم زیاد است. ارزیابی که تمام شد الحمدلله، ما شما ان شاء الله یا هفته بعدی یا حد نهایتش 10 روز بعد شاید آغاز کار خواهد بودیم که اونجا کار آغاز شود. یعنی اینا رو بعد دوستای ما در نظر بگیرن. با هموطنای ما که قسما ناراض بودن، چقدر قناعتشون رو به دست آوردیم؟ ناراضی به چه اساس؟ ادعای ندارن که زمین شخصیت، هیچ کدامشون ادعا کرده نمیتونه و نداره. آخرین گپشون این است که میگه ما 15 20 30 سالی جا بودیم. یک کار اشتباهی که 15 20 نه که 50 سالم دوام داشته باشه بعد یک جایی رو قطع بکنیم. زمین دولتی است، کسی سر او ادعا نداره. قانون واضح است، زمینی که دولتی باشه یک نفر اگه ما غصبا برش نگوییم تحت تصرف خود آورده، در حدود 15 20 سال بدون هیچ نوع دلیل قانع کننده زندگی کرده مفت. اینجا باید دولت شوکی باشه و افراد. یعنی رو باید ما شما تکفیر کنیم. بازم تکرار میکنم، اگر یکی از این افراد کوچکترین سندی داره که حداقل یک شبهه ایجاد میکنه که زمین از اینا هستن، تشریف برن. خب در مورد از اینکه زمین دولتی هست، شما بارها گفتین و گفتین از سوی یک فرد، حالا بگونه بالا اینا فروخته شده و در زیر همو ورق هم نوشته هست او یک ورقی هست که باطل است، دوباره میتونه زمین ها را بگیره پس کسانی که خریدن. ولی چون وضعیت کم متشنج هست، شما هم میدونین از بود اقتصادی به ویژه، و این خاطر سر و صدا میکنن که حالا در زمستان هم در آسانه سیدن هست و مشکل میشه به مردم. شما هم درک میکنید پول ساختمان به همگیشان داده شده. من نمیفهمم خودتون کرانشین هستین یا نه. مثلا ما در حدود 8 9 سال میش کرانشین هستم، خدا مشکلی هم وجود نداره. یعنی به این معنا نیست که چون من کرانشین هستم حتما باید یک زمین دولتی را غصب کنم، خانه جور بکنم. این موضوعات خیلی با هم دیگه فرق داره. او زمین حق کل کابل است، حق 7 میلیون نفر. ما چی رقم به 100 نفر یا 50 نفر یا 200 یا 300 نفر بدیم؟ امکانش هست؟ نی شرعی را میگه نی قانونی را میگه. با زمینی که دولتی باش خب گپش کاملا مبرا از این گپ ها هسته. یک فرد به هر نامی، ببینین یک چیز دیگر متوجه باشین، ما چی تعاملی انجام بدیم؟ هر تعامل غیر از این اگر ما انجام بدیم، یعنی مردم را تشویق به غصب میکنیم. خب فکر کن یه آدمی که 15 سال 20 سال زندگی میکنه، شاول بگه خب قیمت زمین هم برات میدم تو 15 20 سال زندگی کرده خلاف قانون. به نظر خودت نایی 15، نایی 18، نایی 17 خب البته جای زیاد مشبوه شده، جایی که سایه کلان ما داریم، او طرف نایی 13، مردم آیا خوشحال نمیشن؟ تشویق نمیگه برو اجاره غصب میکنیم؟ اگر دیدن بوزی ندیدن دزدی، یک 15 20 سال بعد پس دوباره زمینی که ما مفت میگیریم برای ما پولش دادن میشه. ما باید بعد چطور متوجه باشیم که از دید فرهنگی، از دید دراز مدت هم رو یک تحلیل بکنیم که خب این افراد یک تخطی انجام دادن، جزای اینها چی باشه؟ برای اینا هیچ جزایی مد نظر گرفته نشده. یعنی به دلیل موضوعات متشنج اقتصادی که شما یادآور شدین، برای افراد کوچکترین جزایی هم مد نظر گرفته نشده. کسی که 15 سال یا 20، شما فکر کنید شما یک آدم شخصی هستین 15 20 سال یک نفر به زور زمین خود را غصب هم تصرف بکنه. حالا درست است، فرد تا دولت فرق نه مثال ما برتان دادم مسئولیت داره در برابر شهروندان. هنوز بدتر است، هنوز بدتر است. ببینید شما یک فرد هستین، یک نفر زمین شما رو 15 20 سال در قبضه خود در میاره، اما این زمین مربوط 7 میلیون نفر است. تفاوت زمین تا آسمان است. ما باز تکرار میکنم برای اینا هیچ نوع جدایی نداره. خب هدف ما این است یک راه حل بالاخره پیدا شد راه حل، هم آسیب نبینه. دقیقاً خساره ساختمان رو به همین خاطر مد نظر گرفتیم. یعنی 15 20 سالی که شما مفت زندگی کردین فدای سرتان، این 15 20 سالی که پیشروی یک پروژه آمول منفعی بسیار مهم را برای شهر کابل گرفتی فدای سرتان، که از دید اقتصادی شهر کابل صدها سال پس مانده، صدها سال میتونم با شما اور محاسبه بکنم، این فدای سرتان. بازم اون مصرفی که شما سری زمین کردین مطابق نرخ روز
مطابق لایه حتی خشت خامش رو 3.5 ما برش حساب میکنه. بالاتر از دیگه چی رقم عادلانه برخورد شوه. حالا برمیگرده بگی که اینا اسناد بر ما ارائه بدن که ساختمان خودشان ساخته. اینا نمیتونم یک آدمی که اونجا کرایه نشین هسته و ساختمان یک نفر دیگه جور کرده و آدم یا جنیس یا بیرون هسته ما پول به یادم بتیم و اون آدم که پس دوباره سر شورای کابل ادعا میکنه دولت نباید اشتباه بکنه، نباید کار غلط انجام بده. به این خاطر ما از اونها اسناد خواستیم تا ثابت شوه برای ما که همین ساختمان را همین فرد جور کرده، بعدن برایشون پولش داده میشه. و ما باز تکرار میکنیم از دید بودجوی کوچکترین مشکلی وجود نداره و صدها میلیون افغانی برای مورد اختصاص یافته فعلا. موضوع امروز برنامه در پیوند به فعالیت های شهرداری هست و شما هم مشخصا دیدگاه اگر دارین میشه با ما به تماس شوین. بینندای ما بیشتر تماس میگیرن ولی موضوعات مختلف را شریک میسازن، همچنان یک شمارشان موقعیت مناسب را اختیار نمیکنن. پس ما خواهش میکنم زمانی که تماس میگیرین موقعیت مناسب را اختیار کنین، سپس تماس بگیرین و صدای ما را از طریق تلویزیون نه از طریق تلفن هنگام صحبت کردن خودتان داشته باشین. سپس میشه تلویزیون را صدایش بلند ببرین. بیننده ما از کوتال خیرخانه روی خط هستن. سلام با شما. سلام دادر عزیز. بفرمایید راشد صاحب. بخیر باشی صاحب، سلامت باشی. میخواستم از سخنگوی شهرداری یک سوال داشته باشم. بفرمایید برادر. سرکی که از کوتال خیرخانه از مسیر چشمه عثمان یا شهرک غیبی به 315 وصل میشد، کار به تعویق افتیده است. من میخواستم که سخنگوی شهرداری در این قسمت چی معلومات بر ما بده. درست. تشکر. سال بله، در سال 1401 ما 1401 پروژه داریم که واضح است، لیستش ما شریک کردیم با تمام رسانه ها و وجود داره. اما یک تعداد پروژه های ما که از طرف ادارات دیگه تمویل می شد، به این معنا که پروژه شهر کابل ما یک اداره دیگه اون رو پیش می برد. مثلا ما زون پایتخت یک اداره داشتیم که اون ملغا شد، فواید عام برخی ها رو پیش می بره. و یا برخی ها از طرف KMDP که یک اداره دیگه بود با شهرداری کابل همکار بود و بودجه بانک جهانی می بود، اونا پیش می برده. این پروژه برمیگرده به اونها. و این که چرا کار شال مختل هست و شروع نمیشه، این را خودتان میدانید که تمام پروژه هایی که با بانک جهانی بود فعلا اونا تخصیص ندارن و کارشان در حالت استند بای هستن. اما شهرداری کابل با تمامشان ارتباط خود را نگه داشته. در حدود ده یک سال گذشته بالاتر از 18 مجلس ما داشتیم با نماینده های مختلفشان که در کابل حضور داشتن، که اکثریت افراد اروپایی و خارجی بودن و ما هم ارتباط حسنه رو با اونا نگه داشتیم. یعنی پروژه هاشون اکثریت ما تسلیم نگرفتیم که کار شما تمام دیگه بره. یعنی دروازه همکاری رو باز ماندیم تا اینکه موضوعات سیاسی حل شوه، دروازه همکاری رو باز ماندیم و زمانی ما میتونیم سر پروژه اونا کار شروع کنیم که پروژه تسلیم شوین و مطلقا همکاری ما قطع شوه. و به همین خاطر ما دروازه رو باز ماندیم و اونها همگیشان حتی از ما نیازمندی های جدید رو پرسیدن، چالش های ما رو پرسیدن که اونها هم علاقمندی همکاری رو دارن، منتظر موضوعات سیاسی هستن. از این بابت چنین دیدی رقم پروژه هایی که هست کم امکان داره زمان رو بگیره و ما نمیتونیم که به اونها را تا زمانی که البته مشخصا ما رو جواب رد بدن و بس علایده ایش هسته، اما برای فعلا چون در حالت تعلیق و استندبای هسته هیچ چیزی گفته نشده که مطلق یا همکاری قطعا نمی کنن و یا که شروع می کنن. ما منتظر همی حالت هستیم و ما نمی خواهیم که از طرف شهرداری کابلی دروازه بسته شوه. بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام با شما. سلام علیکم برادر. بخیر خیر. علیکم السلام. مهربانی. سلام با شما دارم به میمان برم کنم برم برادر. بخیر بشه برادر. مهربونی. از ما در سرک 89 میدان آوید زندگی میکنیم. امیجا یک کوچه است به نام کوچه بی بی داقیه و همین کوچه بسیار نفوس زیاد داره و زمستان همیشه مردم به تکلیف بوده. در حکومت گذشته هم بود پروژه شانمان و در حکومت فعلی هم دیگه خاطر نم سرنوشتش معلوم نیست. در اسم یک دفعه نظر میمان کنم میگیرسیم به مورد بشه. شکر. اگه اشتباه نکنم این کوچه در قسمت ساحات غیر پلانی ما هست. می دوست ما اگر صدای ما را میشنوا برشان میخوایم بگویم که بر فعلا در پروژه هایی که ما داریم این موضوع شامل نیست. اینا خوب است که یک با وکیل گذرشان یک اجماع تشکیل بدن، صحبت بکنن و یک عریضه بیارن شهرداری کابل به همراه کسایی که نیازمندی خود را نشان بدن به خاطر این موضوعی که وجود داره و پخته شدن هم کوچه. و ما بتونیم در یا در پروژه انتقالی اگر امسال داشته باشیم یا تعدیلی
و یا ما بتونیم در سال 90 حداقل رو در پلان خود داشته باشیم کار بکنیم. ببینید در شهر کابل بسیار کوچه و سرک ها هنوز هم وجود داره که متاسفانه پخته نشده و اکثریتش ساعات غیر پلانی هستند. اگه ساعات غیر پلانی رو ما بخوایم به پلانی تبدیل کنیم، یک مبحثی بود که زیاد سرش کار شد و مصارف بسیار گزاف هم داره. اما برای فعلا کوشش ما این است که حداقل مردم از این خاک و دود و گردی که ایجاد میشه دور شوه، بعد ساحشان دیده شوه، کوچهشان چند متر است و گپای دیگه که وجود داره که از دید تکنیکی ریاست های تکنیکی سرش کار میکنه. اما باید اینا شاروالی کابل بیاین به همراه با رئیس نایشان و خصوصا وکیل گذرشان تشریف بیارن و در شاروالی کابل با سر بودن یا نبودن یا اجرایی کردن یا نکردن پروژه انشاءالله تصمیم گرفتن میشه. است. و یک بیننده ما البته موضوع را شریک ساختن در پیوند به چهارراهی 500 فامیلی گفتن که تخریب شده ظاهرا، اما تا هنوز ساخته نشده، چقدر وقت در بر میگیره؟ ببینید ما سر چند چهارراهی در شهر کابل کار میکنیم که او را باز یک چیز بسیار خاص خواهد دیدن، به شمول چهارراهی به سر زیر زمینی که است. ما اما مسئله زیبایی سازی را در شهر کابل متوقف نکردیم. 15 چهارراهی در پلان بود که اکثریت انجام شد و یک تعداد دیگه هم در پلان هستم و می خواهیم نمادهای بسیار زیبای شهری را داشته باشیم، خصوصا نمی مسیر کوتل خیرخانه که تخریب شده. در اینجا ما یک چهارراهی بسیار خوب را مد نظر گرفتیم که یک نماد بسیار زیبا که من نمیخوایم مال جزئیات چبرتان بگویم که یک بارگی مردم باز خودشان شاهد خواهد بودن، یک نماد هویتی که مثل چهارراهی کمپانی که نماد مسجد الاقصی و قبله اول مسلمانان زمانی کسی که از طرف غرب وارد کابل میشه، از ولایتی که طرف جنوب هست از دروازه غرب وارد کابل میشه، این را میتونن به وضوح ببینن و یک نماد هویتی میشه و رو اونها هم نمادهای هویتی کار میشه. کار فعلا هم سر جریان داره، طور نیست که متوقف باشه، اما اینکه چی وقت تمام میشه بستگی به این داره که ما بتونیم امو طرحی را که داریم زودتر سرش اجرایی بکنیم، چون این طرحهای زیبایی سازی طرحهایی نیستن مثل یک ساختمان که 4 دان ستون داشته باشه و همیشه تکرار شه و موضوعش مشخص باشه. اینا یک کارهای ابتکارانه و خلاقانه است که بر اساس خلاقیتی که آدم‌ها دارن او را اجرایی می‌سازن. در قسمت بیننده ما روی خط هستن، سلام به شما. سلام، صدای مرا دارین، بفرمایین. سلام علیکم. علیکم السلام، مهربانی. د اوازونه در سفرانو خلق بیا سنټری دی او بچانو د شپې ټول شپه لاس لاس عدد دی ټول سنجل سنجل سټیو تعالی تعالی سره په سټیو کې دی ویولا کې څه دی کو چې دا د ورځې د خپل سفر کناري وي اینا کو نا او نانی پاپو دا نا او نه یو دی نه دوا دی نه لاس کې ولا کې ټول ورځې په ولا دی درو یا یان چې دې سره مستو کو یو طرف چې نکړه یو ځای ته یو د بل ځای ته بل ځای ته ولا ټول کابل یو کور ودان باز هم مشکل همشه. ما خبر وکړه، ما خبر وکړه د پروګرام په مېز کې تقریبا موږ په تیر هفته کې د صنعتکارانو سره مو مجلس درلودل. عموما دغه شرکتونه چې د غلودګي صوتي جوړول دا یا د اسکریمو شرکتونه و یا د اب مدني شرکتونه و، دوی ټول زموږ سره ژمنه وکړه چې موږ د دې پاسه بالکل دا کار نه کوو. بیا اوس پاتې سوله دغه انفرادي خلک د کتاب یادونه وکړه آینه کونه و یو د ترتیزه کو پالکو د موضوعات پر برابر باندې روزانه د دوغ ارزیابي او نظارت جریان لري. یعنی په هر نایي کې تاسو اوس ورسې ځکسون تاسو سوای وښیم چې په هر رایي کې حداقل 200 300 تر زر بلنګوان فعلا موجود دي چې د دې په نامه سبتیږي موږ قیدو د یو مشخص مودې د پاسه نور دا کارونه کړی. خو متاسفانه دا یو فرهنگ زینه بدل سوای تبدیل به یک فرهنگی شده که تا زمانی که چیزی که ما در کراچی دارم اون را داد نزنم کسی نمیخره. این وقت میگیره تا که در اینشان ذهنشین شود که این کار واقعا یک آلودگی صوتی است. حتی در مجلسی که ما با صنعتکارا داشتیم اونا هم حتی زیاد به این باوری نبودن با وجود که افراد بسیار تاثیر کرده بودن. دیگه از او بابت یک کمی وقت را میگیره و مسئله سگهای ولگرد یک کار بسیار قوی را ما آغاز کردیم که انشاءالله در هفته آینده اونا همی برایندش را میبینن. من نمیخوام دوباره جزئیات بتم، اما مشخصا هدف کلی ما کنترل جمعیت اینا هست و تعدادشان بسیار زود کم خواهد شد، اما بو اندازه خواهد بود که نیازمندی یک شهر را برآورده کنه. در غیر صورت اضافه از ما اجازه نمیدیم که بر مردم دیگه مزاحمت بکنن، فقط بر ما یک الی دو هفته وقت بدن. درست. و زمانی که هوا سرد میشه مسئله حمام ها هم بسیار جدی میشه.
یا مواد سوخته که استفاده میکنن. امسال شما چه برنامه دارین که بتونین جلوش بگیرین؟ ما امسال یک دستاورد بسیار خوب داریم در این قسمت، نه تنها مسئله آلودگی هوا، مسئله محیطی که وجود داره. ما در قسمت آلودگی هوا خصوصا مسئله کنترل بلند منزل ها از دید فیلتر از 3 ماه پیش کار خود را آغاز کردیم. تمام بلند منزل ها چک شده و بلند منزل هایی که قبلا فیلتر داشتن فیلترهاشون چک شده، تعداد نگرفته شده که در هنگام فعالیت باید فیلترشون فعال باشه، و در این حال او بلند منزل هایی که فیلتر نداشتن لاکمور شدن تا زمانی که فیلتر نصب بکنن. کوره های گچپزی وجود داشت که مطلقا همگی اونها تعهد کردن و اصلاحات در خود به وجود آوردن از دید آلودگی به هوا که وجود داره، از حساب دودی که داشتن، و در این حال زباهن وجود داشت و کارخانه آهن بود در شرک صنعتی، اونا هم یک تعدادشون حتی تا $1,00,000 عملا که ما شما داریم صحبت میکنیم وقت خواستن فیلترهای خود در حال نصب کردن هستن. یعنی از این بود توجه بسیار جدی صورت گرفته و بخواین نخواین مشکلات اقتصادی وجود داره. امیدوار هستیم که خانه های انفرادی که وجود داره در شهر کابل در حدود 8 لک خانه است، اونا هم توجه داشتن. نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرداری کابل، سپاس از حضورتان در برنامه. همچنان با همراهی شما بیننده های عزیز سپاسگزار هستم. وقتتان خوش، جمعه خوب و خوش داشته باشین. شنبه برمیگردیم. خداوند نگهدار.